در آغاز سال 98 بروز بحران‌های همه‌جانبه رژیم تصویر روشنی از انزوای جهانی و آینده تاریک نظام و فقدان برون رفت از بحران سرنگونی را به نمایش گذاشت. در شروع سال خلیفه ارتجاع در سخنان اول سالش وحشت زده از خشم مردمی به جان آمده، از گرانی و تورم و بیکاری، مشکلات اقتصادی را اصلی ترین و فوری ترین مشکلات خواند و به نحو مسخره‌ای تلاش کرد خودش را که مسبب اصلی آنهاست در ببرد و شریکان بساط چپاول و غارت نظام و دولت روحانی را مقصر قلمداد کند. از سوی دیگر آخوند شیعه حسن روحانی هم با اذعان به مشکلات و بحران‌های اقتصادی نظام آنها را مربوط به سالیان گذشته یعنی باند خامنه‌ای دانست. همتی رئیس کل بانک مرکزی رژیم هم در وحشت از بروز خشم انفجاری به چپاولگران هر دو باند نظام هشدار داد و گفت با جمعی که تو جامعه هم هست مردم برای خرید گوشت و مرغ و اینا مشکل دارن، شما برای چی باید ماشین آخرین سیستم مثلا 2 میلیاردی وارد کشور بود؟ حتی اگر هم باشه نباید وارد بکنه. ببین مردم تحمل خیلی چیزا رو دارن ولی تحمل این چیزا رو ندارن. پیش از امتی هم یک آخوند باند خامنه‌ای با اشاره به فضای انفجاری مردم در مورد ورشکستگی امید درمانی هشدار داده بود. که ما میگیم آقا مردم رو باید امیدوار کرد، مایوس نباشد، به زور که نمیشه امید ایجاد کرد. وقتی مردم مشکل داشته باشند، گرانی باشه، سختی باشه، خب چه امیدی داشته باشند؟ بروز شکاف در نظام در وحشت از انفجار اجتماعی در اثر بحران‌های اقتصادی در عرصه‌های دیگر هم در همین ابتدای سال بیرون زد. لوایح FATF از جمله این موضوعات است. فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم و از باند خامنه‌ای به تداوم کشمکش درون نظام بر سر لوایح اذعان کرد و گفت تلاش دشمنان جمهوری اسلامی آن است که نظام به سازوکار بین‌المللی دست پیدا نکرده و مسیر انزوا را در پیش بگیرد. لذا ما می‌توانیم با یک سری حق شرط‌های صیانتی از جمله 5 حق شرط در پالرمو و CFT کار کنیم. البته برخی اعتقادی غیر از این داشته و می‌گویند همه چیز به هم ربط دارد. یعنی اگر در برجام تکانه‌ای نزد کشورهای اروپایی ایجاد نشود، ما هم نباید به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم. وی همچنین هشدار داد با تصویب نشدن پالرمو و CFT کشورها با ما کار نمی کنند و نمی توانیم از سازوکار مالی اروپا استفاده کنیم. اگر این لوایح تصویب نشود، ما در فهرست کشورهای غیر همکار قرار نمی گیریم. البته ممکن است لحن بیانیه FATF تغییر کند. محمد رضا باهنر مهره دیگر باند خامنه‌ای و سرکرده باندهای ولایت فقیه با بیان اینکه نمی توانیم از سنجاق تا هواپیما را خودمان بسازیم، بر ضرورت عقب نشینی در برابر جامعه جهانی به خاطر فشار تحریم ها تاکید کرد و گفت با نرمش ها و تغییرات کوچکی می توان کاری کرد که وضعیت امروز نظام با چیزی که در ذهن ماست همخوانی پیدا کند. عبدالرضا هاشمزایی عضو مجلس ارتجاع همسو با باند روحانی نیز با بیان اینکه شعار سال 98 که از سوی خامنه‌ای رونق تولید نامگذاری شده، زیر ساخت هایی که برای رونق تولید داخلی داشتیم آماده نیست، بر ضرورت عقب نشینی در برابر جامعه جهانی تاکید کرد و گفت بالاخره ما باید در سیاست های بین المللی مان مقداری تعامل اصلاحات ایجاد کنیم که مواد اولیه برای واحدهای تولیدی مان به شکل ساده به دست تولید کنندگان کشور برسد. اما حرف مردم ایران با خامنه‌ای و سرکردگان این حکومت فاسد و تبهکار که خود عامل انهدام اقتصاد کشور و تورم و گرانی و بیکاری و سرکوب و خفقان هستند این است که آخوندها حیا کنید، مملکت را رها کنید. ای